توی این ویدیو قرار رو دوباره سر بزنیم به پلیلیست حسین وفایی و تکمیلش بکنیم گفتم تمام بازی رو از قدیم تا جدید قرار پوشش بدیم این بار قراره با یکی از بهترین بانوهای اسنوکر قهرمان جهان اصنشون بازی بکنه و ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره بریم با همدیگه این بازی رو تماشا بکنیم بازی که میخوایم با هم دیگه تماشا بکنیم برای سال 2022 هستش و اگر دوستان که حریف حسین رو هم بشناسین اسم مسابقات همون بالا نوشته اسمش که خیلی طولانی همون NG یا NJ شما بخونید متولد این بانو متولد 1990 32 سالشه اصلاش نیمیاد برای کشور هنگ کنگ و بالاترین رنکینگی هم که داشته به شما بگم که ایشون سال 2009 2010 2019 قهرمان جهان شده و یه دونه دیگه هم داره فقط من فرق اینو نفهمیدم ببین این ستا سالی که برای تو برای شما میگم برای تو برای شما خوندم نمیشه IBSF World Snooker Championship اوکی اما مقام هایی که میخوام الان بخونم برای شما نمیشه World وومنز اسنوکر چمپیونشیپ میدونم عاشق لحجه بریتیش من هستی سال 2015 2017 2018 ایشون قهرمان جهان شدن بین بانوهای دیگه برای این بازش رو نگاه بکنیم با حسین وفایی و اینکه ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره استایل کاملا یا استایل پخته ببینیم که مقابل حسین وفایی که تشنه بازی هستش تشنه این هستش که رنگش رو ببره بالا چه اتفاقی رقم میخوره اگه درست بخونم اسم مسابقه رو بعد از آخر به اول بخونیم دیگه میشه مسترز آزاد اروپا اینه همچین چیزی میشه معنیه مسابقه دارن شرکت میکنن حالا بحث اوپن بودن داستان به بعضی از مسابقات رو شما میتونید با ورودی شرکت بکنید ولی یعنی جدا از اون بحث اون صد نفری هستش که توی رنگ تو تور حرفه ای هستن مثلا بحث یه دیگه است یعنی مثلا دیدیم مثلا مسابقه میذاریم که آقا آزاد هر کسی میتونه شرکت بکنه اینا هم چی مسابقاتی دارن حالا من این مسابقه رو نمیدونم که رنکینگ اوپن اینو من نمیدونم اگر میدونید حتما بنویسیم بازی نه فریم هر کس پنج بشه بازی رو میبره بازی هم قدیمی نیست برای یک سال پیشه آه خیلی خوب زد تو اوج احتمالا آره دیگه تو همون داستان مریضی و این داستان ها بوده که به صورت بازیکن ماسک میبینید حالا چرا فقط ایشون ماسک زده نه داور ماسک زده نه حسین چه تایم مزخرفی بود از زندگی هممون زده شد کوچولو ضرباتش توش استرس هست بالاخره داره با حسین بازی میکنه میدونه که به حال 2022 این تایم حسین رنگش چند بوده ولی قطعا زیر سی بوده دیگه مطمئن این اینو دیگه مطمئنیم الان آخرین چیزی که منتشر شده حسین رنگش شده 16 یعنی تازه به قول خودمون بازی حسین تازه شروع شده بعد ده سال تازه رفت تو شونزه تا یعنی چی شد؟ و کی افتاد اه... یعنی تازه دیگه الان باید بدرخشه و مقام کسب کنه و مدال بیاره و کارهایی که حالا باید یک حرفه ای انجام بده البته تو حرف که آسونه تو فکر کن بگن. این اینترنت بگم دیگه شما همیشه اینطوری حساب بکن با یه دید دیگه نگاه بکن فکر کن یه کاپی اونجاست هم هم دنبال اونن چون هم چه بازیکنهایی چه بازیکنای خفنی فریم اول اول حسین عقبه یه هشتا یه دو تا سی و هشتا عقبه یه دونه چیزم میخواد یه دونه اوه چه جایی داد چه جای و گوشت سپاه دست گربه اون دیگه چی بود اون قرمز گذاشته اونجا معلومه که از اسمو که میگیره بابا دست خوش دست خوش باری کلا باری دوباره حسین اسمو میکنه. میکنه قاعدتا ببینیم این بانو از پس اسنوکرای حسین بر میاد یا که نه تا اینجایی که خوب عمل کرده بانو آفرین 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 آفر نه شانسی توپش میافتاد قرمزه که این اتفاق رقم نخورد راستی رفقا من موقعی که میگم که چون اتفاق برای خودم میفته موقعی که میگم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه من خودم یوتیوب نگاه میکنم اصلا تا میرم اون شخصایی که سابسکرایب دارم تا ویدیوشون رو پلی میکنم و این کاری که میگم لایک. خب یه موقعی من هم شاید باورتون نشه لایک فراموش میکنم و یهو مثلا وسطش اون شخصی که داره ویدیو تولید میکنه میگه لایک like, کامنت اینا فراموش نشه یا یا میفته که بعد چک بکنم ببینم این کار انجام دادم یا نه بعضی اوقات که انجام ندادم سریع لایکش میکنم این اصلا به این معنا نیستش که اون کسی که دوست نداره لایک بکنه بیاد لایک بکنه نه برای کسایی که لایک و کامنت میکنن فرهنگ این موضوع رو دارن صرفا جهت یادآوری همین یعنی برداشت اشتباه از این موضوع نشه خب نه هنوز هیچ اتفاقی رقم نخورده خوبه 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 باریکالا باریکالا فریم اول رو از حسین میگیره اصلا شما همین فرض کنید تک فریم بوده خب خیلی خوب بازی کرده که از حسین فریم گرفته فریم بعد بریم به سراغ فریم دوم یادمه این بازی رو فقط یه فریمش رو توی کانال قبلی گذاشته بودیم بازی کاملش رو نداشته بودیم ها گفتم که یه پلیلیست کامل از بازیکنها داریم و حتما حتما بگین که به چه بازیکنهای علاقه دارید ما حتما بازیشون رو پیگیری میکنیم بازی که الان ادیتور دارن میخواید بدونید حسین سالیوان رابرتسون ترامپ سلبیه و گهگوداری ویلیامز و هنری و بازی دیگه هستن و اگر فکر میکنید بازی کنیم و به این جمع اضافه بشه چون صاحب این کانال شما شما باید دوست داشته باشید حتما اسم بیارید که براش یک ادیتور اوکی بکنیم و ویدیوهاش رو انجام بدیم چون بیشترین چیزها رو دارن بیشترین مخاطبا رو دارن سعی کردیم که تیم رو اینطوری جمع بکنیم حسین دوازه تا بیشتر نمیزنه خیلی خوب بازی میکنه خیلی خوب بازی میکنه این بانو حواظتون هست که به بازیش نه؟ من به جارت به شما میگم که به بگم ایشون اگه تو مسابقات ما هم شرکت بکنه قشنگ مقام میاره خوب میزنه خیلی خوبه به پنوانی بانو عالیه اونورم دارن بازی میکنن 58 بود و نه نه توپ نمیاد تو بکنم را پشت سبز نه 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 واه با چه لانگشات و تر و تمیز و مرتبی چه لانگ شاتی باری کلا باری کلا اسکور چیه سیاسه درسته چهل تا باشه هیچده تا باری کلا چرا شو چهل یک سی و نبود اوه 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 چه قرمز خوبی ببین پس علکی قهرمان جهان بانوان نشده خوب میزنه واقعا اسکور گرفت هفتا یه این سبز و قهوهی بزنه شب بخیر اخ 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 کجا و کی فریم رو دو دستی تقدیم حسین کرد اوکی عجب فریمی اومد به حسین تقدیم کرد باید 100 درصد دو هیچ میشدن چه سی می... چه سبزی میس کرد لانگ خوب از حسین یه چیزی هست میخوام بگم که مثلا حسین داره یکم نرم بازی میکنه ولی خیلی اگر همچین حرفی بزنم به حسین نمیچسبه این حرف میدونی چرا چون نمیدونم واقعا نمیاد که جواب بده من ازش بپرسم ولی بازیکن حرفه ای شل بازی نمیکنه به خاطر حریفش یعنی حرفمو نمیخوام خودم قبول بکنم ولی هیچ جورایی صف نمیزنه نم چطور رابط بگم ولی این میز میزی نیستش که حسین میز بکنه چقدر رووم میزنه بعضی اوقات عجیب میس میکنه توپو. مطمئنا هم اون انجی میره در مورد حسین میخونه یا بازیشو نگاه میکنه هم حسین آماره اون بازیکن رو میگیره 59 تا زده 64 تا اوکی فریم 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 برای کلا بریک خوب فریم رو از آن خودش میکنه بریم به سراغ فریم چهار روم. دو یک حسین وفایی تو این بازی جلو میافته ریخ به من به شما قول میدم این بانو ریخ به سر همون یه دونه سبزی که میس کرد ریخ به چون داشت خوب بازی میکرد حالا بزنین دوباره ازمشو میتونه جذب کنه یا نه 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 حسین دیگه فکر نکنم بهش همون بده که بخواد از این رو جذب کنه ببین بچه همیشه بازی انداختن نیست الان میتونست حمله بکنه مشکی رو برای انداختن ولی صلاح دید که اسنوکر بکنه ضربه سیف بزنه در واقع این بانو ریخ به هم وحچه توپ صافی اون وسط پیدا کرده این میز تمرینی خوب و مناسب و جمع و جور حسین بریکش هم کاش بنویسه ببینیم چند تا داره میزنه حسین دیدیم به شما گفتم میس تمرینیه برای حسین همچین چیزی نگاه کن انگار با دست چیدم براش ولی باز هم اینو به شما میگم ما نگاه میکنیم میگیم خیلی آسونه ولی تا پشتش کلی ساعت تمرین نباشه نمیشه زد 63 امتیاز میگیره هر جور شده توپش رو نگه میداره تو اون محدود ده قد چون قلات افتاده قاعدتا نمیخواست چه توپ سختی و دختر میخوای بزنی اون توپ خیلی سخته تمام 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 ببین یه توپ سبز چیکار کرد یه توپ سبز چیکار کرد بریم به سراغ فریم بعد فریم چند فریم سه فریم پنجم دوباره با یک حمله موقعیت خوب میده به حسین حسین از این موقعیت چه استفاده میکنه؟ نه بعید میدونم توپی داشته باشه مگر اینکه بخواد بزنه میده توپ تو پاسونی نبود اینجا هم با خوشانسی توپ نمیده و باز هم برک خودش رو شروع میکنه یعنی این بانو انجیت ذهن برنده ای نداره با که قهرمان شده بین تمام بانوهای جهان ولی یه دونه حالا میس کردن توپ که دیگه نباید چهار فریم به حریفت بدی که یعنی اگه نتونه خوش رو جمع جور بکنه به همین سادگی بازنده بازی میشه 30. نه قیمه زداد در میدل پاکت هنوز رومیز هست فکر نمی کنم دیگه رومیز باشه بله فریم 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 به سادگی حسین موتورش روشن شد و ببین دیگه توپادر کجا میخوره نزدیکترین حالت ممکن با هم دیگه بریم به سراغ فریم چندم فریم ششم چهار یک حسین از قهرمان بانوان جهان میافته جلو ‫לאנג שטחו, פיאלנג שטחו. نه مثل اینکه حسین عزمش رو جذب کرده که کار رو جمع بکنه 49 امتیاز تا اینجا تونسته کسب کنه تا اینجا قصه 65 امتیاز و تمام و تمام اینجا فریم شد حسین قهرمان بانوهای جهان رو با نتیجه سنگین پنج یک میبره و تا اینجا هم همه توپا رو با مشکی زده ببینیم آیا اتفاق خوبی رقم میخوره یا نه شیش شوخی شوخی داره یه اتفاقی میافته شوخی که نیستش قاعده جدیه طرف داره تمام انرژیشو میذاره اه دکی اوی کلا آخرین قرمز آیا با مشکی بله پشت مشکی 120 بیست بریم برای تقریبا میشه گفت یه رنگی کلاسیک این زرد سبز قهوه‌ای صد و چهل و صد چهل و هفت براو باریکل چی شد خب رفقا با هم دیگه اولین بره که 147 و حسین وفایی رو با هم دیگه تماشا کردیم من میدونستم که توی این بازی 147 میزنه ولی فریمش رو یادم نمیاد که رو فریم چند این کار انجام میده نگو که رو فریم آخر بوده این یادتون باشه این اولین بره که 147 از اون سالی که حسین وارد تور یا شده این اولین 147 رسمیش هستش که توی مسابقات ثبت کرده 147 شیک و قشنگی بود امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه من با شما آنستم وقتی میگم میدونستم چرا بخاطر اینکه تو کانال قبلیمون یه دونه تک فریمشو با همدیگه ریاکت رفته بودیم ولی اینجا قرار شد که کامل بازشو برای شما بذارم دوستتون دارم خیلی مخلصیم تا یه شب دیگه فعلا عکس که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش